آمریکای شمالی. کوههای بلند چشمانداز حیرت انگیزی از تنوع و گوناگونی را پدید آورده است. شهرهای بی‌نظیر آن که محل زندگی صدها میلیون نفر هستند، به اندازه مناظر اطرافشان منحصر به فردند. ولی آمریکای شمالی چگونه ساخته شد؟ چه نیروهایی چهره کنونی آن را ایجاد کردند؟ چه چیزی به آن شکل متمایز بخشیده است؟ این داستان شگفت‌انگیز پیشرفت قدیمی‌ترین قاره زمین است. تولد آمریکای شمالی. دانستنی‌های جهان. زمین از فضا، یک چشم‌انداز بدی. این به ما کمک می‌کند تا نیروهایی که باعث شکل‌گیری دنیای ما می‌شوند را درک کنیم. زمین هفت قاره دارد و این داستان یکی از آنهاست. آمریکای شمالی 16% از کل مساحت خاکی کره زمین را فرا گرفته، یعنی بیش از مجموع مساحت اروپا و خاورمیانه. پارک ملی یلوستون، رود گرند کانیون، کوه سنت هلنز و بزرگترین دریاچه‌های آب شیرین بر روی کره زمین، یعنی گریت لیکس، در این قاره واقع شدند. همچنین قدیمی‌ترین صخره‌های دنیا، صخره‌ای که به ما کمک کرد تا تاریخچه دراماتیک زمین بر ما آشکار شود و اسرار تولد آمریکا فاش گردد. The cool thing about this planet is that with the eyeballs of somebody who's thinking about rocks, you can look at a layer of rock and say, "Hey, that's not a layer of rock. That's an ancient swamp. Or that's an ancient sand dune." زمین‌شناسان برای کشف گذشته آمریکا باید اول خاستگاه آن را پیدا کنند. در محدوده شمال غربی کانادا، تقریباً 200 مایل دورتر از نزدیکترین شهر، این صخره نزدیک رودخانه آکاستا به عنوان بخش اول داستان تولد یک قاره واقع شده است. دکتر بلیکر مشغول تحقیق است تا مشخص کند آمریکا واقعاً چند ساله است. At Acasta, we find the oldest continental crust, actual rocks you can stand on. So we basically see the initiation of continental growth here. This is where it starts. تولد آمریکا برمیگردد به 6 میلیارد و 400 میلیون سال پیش، زمانی که خورشید ما همراه با یک انفجار به دنیا آمد. گاز و واریزه ها به اطراف آن پخش شدند و سرانجام 8 سیاره از درون گرداب بیرون آمدند. در بیش از 12,000 درجه فارنهایت، یکی از این سیاره های تازه شکل گرفته چیزی بیشتر از یک توپ گدازه جوشان به نظر نمی آید. زمین در آن زمان همچون یک جهنم بود. عناصر سنگین‌تر مانند نیکل و آهن به سمت مرکز زمین حرکت کردند و هسته اولیه را تشکیل دادند. عناصر سبک‌تر شامل اکسیژن و سیلیکون به سطح آمدند و اقیانوس‌هایی از سنگ‌های مذاب را تشکیل دادند. کم کم سطح زمین خنک شد. گدازه‌ها سفت شدند و تکه‌های پوسته را شکل دادند. همچنان که این پوسته عظیم‌تر می‌شود، سنگین شده و به جبه زمین فرو می‌رود. بسیار پایین‌تر از سطح زمین، آنها دوباره آب شده، عناصر سبک‌تر بالا آمده و گدازه‌های گرانیتی را تشکیل می‌دهند. گرانیت نسبت به بقیه سنگ‌های داخل جبه زمین چگالی کمتری دارد، بنابراین بر روی سطح شناور می‌شود. همچنان که گرانیت سفت می‌شود، برجستگی‌های زمین ایجاد می‌شود. Think of it as the scum on a pot of soup. If you boil that soup long enough, that scum will nicely separate and float on top of the soup. And that is what continental crust is. It's basically the scum of the earth. اینجا در آکاستا، این کف در حقیقت یک سنگ گرانیتی به اسم تونالیت است.
tonalites are important because they are the first materials that actually make stable continental crust. تمام قاره‌ها حاوی مقادیر قابل توجهی تونالیت هستند که بیش از 500 میلیون سال قدمت دارند. اینها برجستگی‌های پوسته قاره‌ای را به نام کریتن‌ها تشکیل می‌دهند. آمریکای شمالی حداقل از 6 تای آنها تشکیل شده است. محققین جهت تعیین تاریخ تولد آمریکای شمالی باید اول کریتن را پیدا کنند. و برای انجام این کار آنها باید تمام تونالیت های سراسر قاره را تاریخ گذاری کنند. این یک پروژه پیچیده است. آنها به دنبال مدرک میکروسکوپی هستند که در زمان تشکیل سنگ به وجود آمده باشد. کریستال های مواد معدنی آنقدر سختند که طی سالیان دراز دوام آورده باشند و یکی از سختترین آنها زیرکان نام دارد. زیرکان حاوی اورانیوم 238 و یک ایزوتوپ رادیواکتیو ناپایدار است. دانشمندان می دانند که این ایزوتوپ تنزل پیدا کرده به تدریج به سرب تبدیل می شود. مهم این است که آنها دقیقا می دانند که این عمل چقدر طول می کشد. فرض کنید که نیمه بالایی این ساعت شنی اورانیوم 238 و نیمه پایینی سرب است. بیش از 46 میلیارد و 400 میلیون سال نیمی از شن که نماینده اورانیوم است به داخل قسمتی که نماینده سرب است می‌ریزد. این نرخ تنزل اورانیوم 238 است که در واقع نیمه عمران است. توسط اندازه‌گیری میزان سرب در قیاس با اورانیوم درون زیرکن استخراج شده از تونالیت آکاستا، دانشمندان می‌توانند سن سنگ را تعیین کرده و دریابند که این قسمت از آمریکای شمالی چند سال است. تونالیت یافت شده نزدیک رودخانه آکاستا در ناحیه شمال غرب کانادا 4 میلیارد و 30 میلیون سال قدمت دارد. This is the oldest rock in the North American continent at this point in time, right here at Acasta, within the core of the Slave Craton. این تونالیت ها میلیارد ها سال قبل از بقیه سنگ ها به وجود آمدند. آنها قدیمی ترین سنگ هایی هستند که تا به حال پیدا شدند. هسته اسلیف کریتون در آمریکای شمالی حاوی قدیمی ترین توده زمینی باقی مانده از کره زمین است. مرحله بعد این است که بدانیم آمریکای شمالی اولیه به چه شکلی بوده است. پروفسور ران بلکی متخصص در امر نقشه‌کشی قاره‌ای در دانشگاه آریزونای شمالی است. When the early continents formed some 4 billion years ago, they were probably scattered about the surface of the earth, but this far back we would just be completely speculating on what the position of the continents would be. این زمین امروزی ماست. هفت قاره مجزا که همگی توسط آب احاطه شده است. ولی چنانچه اقیانوس‌ها را حذف کنیم، یک پوسته بیرونی یا قشر سخت ملاحظه می‌کنیم که سطح زمین را پوشانده. یعنی قدیمی ترین و ضخیم ترین پوسته های قاره ما حدود 40% از کل پوسته زمین را تشکیل میدهد. ما بقیه آن پوسته اقیانوس زیر آب است. پوسته اقیانوسی یک لایه نازک بر روی جبه زمین ایجاد کرده که به ضخامت 1800 مایل از سنگ آب شده در دمای بسیار بالا، یعنی ماگماست. حرارتی که از مرکز زمین خارج می شود، جریانات حرارتی را در جبه زمین به وجود می آورد. اینطور تصور می شود که این حرکت جوشنده آرام پوسته را به قطعاتی می شکند که صفحات زمین ساختی نامیده می شوند. در بعضی جاها ماگمای درون جبه زمین یا پوسته از فاصله بین صفحات بیرون می آید. همزمان با اینکه بالا می آید و سخت می شود، پوسته اقیانوسی جدید را تشکیل داده و صفحات زمین را به طرفین فشار می دهد. در جای دیگر قشر زمین پوسته اقیانوسی را به سمت زیر برده آن را تحلیل می‌برد. پوسته زمین دائما در حال جنبش بوده و در هر 1 میلیون سال حدود 30 مایل حرکت می‌کند. دامیان نانز پروفسور دانشگاه اوهایو متخصص زمین ساخت صفحه‌ای است. We create if you like a conveyor belt and continents are carried by these conveyor belts, much like suitcases on an airport conveyor belt.
دانستنی‌های جهان. دانستنی‌های جهان. از حدود 4 میلیارد سال پیش جریانات داخلی زمین و خنک شدن سطح آن این برآمدگی‌های سطح زمین را ایجاد کرده است. کریتون‌ها با هم تصادم می‌کنند و قاره‌ها را پدید می‌آورند. برخی از آنها به هم پیوسته ابرقاره‌ها را ایجاد می‌کنند. والبارا، رودنیا، لاروسیا، گاندووانا. 3.5 میلیارد سال پیش پس از شکلگیری گاندووانا از قدیمی‌ترین پوسته قاره‌ای، گاندووانا از قطب جنوب به سمت شمال حرکت کرد و به قطعات کوچکتر شکسته شد. سرانجام این قطعات به بقیه پیوسته و تشکیل توده‌های خاکی بسیار عظیمی را دادند. آمریکای شمالی هم عاقبت از همین قطعات به وجود آمد. بیش از میلیاردها سال حرکات دینامیک پوسته زمین قاره‌ها را شکل و حرکت داده است. وقتی که این توده‌های خاکی به هم برخورد می‌کنند، کوه‌ها پدید می‌آیند. اینها آپالاشیان‌ها هستند، قدیمی‌ترین رشته کوه‌های باقی مانده در قاره. امروزه آنها حدود 2000 مایل از نیوفاندلند در جنوب غربی تا آلاباما مرکزی کشیده شدند. ولی وقتی آنها برای اولین بار در بیش از 270 میلیون سال پیش ظاهر شدند، آمریکای شمالی هنوز وجود نداشت. این کوها یک ابرقاره به نام پانگیا را می پوشانیدند. Perhaps the most profound mountain range existing on the planet. در برش خیابانی کوهپایه آپالاچیان، پروفسور علوم زمینشناسی دانشگاه اوهایو دامیان نانس رشته‌کوه‌های آپالاچیان را از لحاظ زمینشناسی مورد آزمایش قرار می‌دهد. What may look a rather unimpressive wall of rock to the casual eye has proven to be a geologic Rosetta stone in this part of the Appalachians. And it records the very first collisional event in the building of the Appalachians. این رشته‌های به وجود آمده از سنگ‌های خمیده نمونه‌های باقی مانده از سه تصادم غول‌آسا هستند که کوه‌ها را ساختند. میلیاردها سال پس از تشکیل تونالیت آکاستا، دو قاره قدیمی شروع به برخورد کردند. همزمان با اینکه این دو قاره به هم نزدیک می شوند، کف اقیانوس به زیر جایی می رود که بعداً آفریقا می شود. به تدریج اقیانوس تحلیل رفته، بخشای عظیمی از کف دریا به لبه های قاره افزوده می شوند و تپه ها و دره ها را به وجود می آورند. همزمان با سخت شدن قاره ها، توده های خاکی ما بین آنها تحت فشار قرار می گیرند. واریزه ها بر روی زمین خشک جمع می شوند. برخورد های قاره ای واریزه ها را به سمت بالا می آورند و باعث بالاتر رفتن کوه های آپالاچیان می شوند. این اتفاق در علم زمین شناسی برابر با یک تصادف ماشینی است. If you imagine a wreck between a truck and a much smaller car, the first thing that happens when the two hit each other is a collision between the front of the two vehicles. And you can think of that as the first collisional episode in the Appalachians. The next thing that happens is the truck hits the windshield, and that, if you like, is the second collisional event in the Appalachians. And finally, the car disappears under the truck, and that, if you like, is the climactic collision, the one that produced the final appellation and brought the whole process then to a close. زمانی که قاره‌ها تصادم می‌کنند، همیشه یکی بر روی دیگری می‌لغزد و این باعث بالاتر رفتن ارتفاع کوه‌ها می‌شود. You had a piece of balsa wood floating in a bathtub. And you slid another piece in underneath it and released it, the buoyancy of the